شما وقتی تو جاده در حال رانندگی هستین کنار جاده یه سری علائم راهنمای رانندگی میبینید که در مورد سرعت غیر مجاز و پیچ و خم جاده به شما آگاهی میده و دونستن این علائم و معنیشون برای رسیدن به مقصد و هدف خیلی مهمه اما اینکه این, این علائم راهنمای رانندگی چه ربطی به بحث ظهور داره ادامه پست با هم ببینید از بین همه علائم راهنمای رانندگی یه علامت هست که به راننده نشون میده آیا نزدیک هدف و مقصد شده یا نه اونم تابلوی شمارشگر معکوسه. از بین اون دو نشونه ای که برای ظهور ذکر شده هم فقط پنج نشونه است که مشخص میکنه آیا نزدیک ظهور شدی یا نه یکی از اون پنج نشونه قیام سید یمانیه شخص مؤمن و متدینی که از یمن با پرچم سفید قیام میکنه و مردم رو به یاری آقا امام زمان دعوت میکنه که تو روایات هم از قیام ایشون و هم از شخصیت ایشون خیلی تجلیل شده از نظر هویت نسل سید یمانی به شخصی به نام زید میرسه که ما الان تو امامزاده پسر زید هستیم امامزاده یحیی بن زید یعنی سید یمانی از نسل آقا امام سجاد علیه السلام تو روایات تاریخ دقیقی برای قیام سید یمانی مشخص نشده اما بیان شده تو همون سال و همون ماه و همون روزی سید یمانی قیام میکنه که صوفیانی خونریز خروج میکنه و اصلا یکی از اهداف سید یمانی مبارزه به خونریزی های صوفیانیه امام صادق علیه السلام میفرمایند سید یمانی و صوفیانی از جهت رقابت تو جبهه حق و باطل مثل دو تا اسب تیزرو هستن که با هم رقابت میکنن در کل تو روایات در مورد ویژگی های سید یمانی خیلی توضیح داده نشده اما با همین اطلاعات کم هم میشه تشخیص داد بابا احمد الحسن سید یمانی نیست به سه دلیل الان برات میگم اما قبلش حتما این ویدیو رو سیو کنه و با دوستات به اشتراک بذار اولا سید یمانی از اسمش مشخصه اهل یمنه اما احمد الحسن اهل بصره است دوما سید یمانی وقتی قیام میکنه بلا فاصله هم خروج میکنه قبول اگه احمد الحسن سید یمانیه پس سفیانی کو سومن سف سید یمانی نسلش به زید منتهی میشه اما احمد الحسن خودشو بچه امام زمان و از نسل امام زمان میدونه و ده ها دلیل دیگه ای که مشخص میکنه احمد الحسن سید یمانی نیست یادت نره حتما این ویدیو رو به اشتراک بذار یا علی